مدیتیشن وایت بورد. خانه‌ای که به اجزای تشکیل دهندهش تقسیم شود نمیتواند پا بر جا بماند. این در مورد ملت ها، جوامع، سازمان ها، خانواده ها و اشخاص نیز صدق میکند. انسان در خانه وجودش ارزشمندترین است. وقتی خود فرد از هم بپاشد، بنیان خانه اش هم متزلزل می شود و دیگر پا بر جا نخواهد بود. دکتر ایهالیا کالا هولن. صبح روز بعد از دومین رویداد محدودیت صفر که در مائویی برگزار شد، مدیتیشن خصوصی انجام دادم. این مدیتیشن انقدر سرشار از الهام و انقدر قدرتمند بود که میخواهم آن را در این قسمت بیاورم تا شما هم از آن لذت ببرید. مدیتیشن کاری نیست که فقط وقتی این گونه دور هم جمع شده ایم و رسماً اسم آن را مدیتیشن میگذاریم انجام بدهیم. مدیتیشن روشی برای زیستن است. قبلاً تیشرتی داشتم که روی اون نوشته بود مدیتیشن چیزی که فکر میکنی نیست. این جمله رو دوست دارم. اولین سطح آنچه اکنون و اینجا درباره اش صحبت میکنم و جایی که من دارم شما را به آن سمت و سو سوق میدهم آن است که از مرحله فکر کردن فراتر بروید. به آخر هفته‌ای که گذشت و به وایت بورد فکر کنید. میتوانید تظاهر کنید که الان اینجا وایت بوردی هست. می توانید هر جا که راحتید چشمهایتان را ببندید. فقط اجازه بدهید اتفاق بیفتد و در ذهنتان یک وایت بورد بزرگ بی نظیر را پس زمینه ذهنتان کنید. اگر وایت بورد را به وضوح نمی بینید، صندلیتان را کمی به جلو بکشید تا بتوانید در ذهنتان به درستی ببینیدش یا دستتان را دراز کنید و در ذهنتان وایت بورد را کمی به سمت خودتان بکشید و به خود نزدیک کنید. وایت بورد روبرویتان است در حالی که نشسته اید و من برایتان صحبت می کنم و شما نفس می کشید و ریلکس می کنید. نوشته هایی روی وایت بورد ظاهر می شوند. فقط بگذارید بیایند و بروند. فعلا روی هیچ چیز تمرکز نکنید. فقط بگذارید وایت بورد پس زمینه تمامی آنچه تجربه می کنید بشود. آری، شما افکارتان نیستید، پس بگذارید فکرها بیایند و بروند. درست مانند ابرهایی که در آسمان معلقند و لنگان لنگان به این سو و آن سو می روند. شما عواطفتان نیستید، احساساتتان نیستید، بدنتان نیستید. در واقع، شما خود وایت بورد هستید. فقط برای لحظه ای هم که شده پس زمینه را، آن وایت بورد را که شاهد است که جوهره وجودتان است حس کنید. ببینیدش، احساسش کنید. بگذارید صداهایی که می شنوید و احساسات و افکاری که دارید بیایند و بروند. به هیچ چیز توجه نکنید. نیازی نیست کاری کنید، فقط دارید یاد میگیرید که شاهد باشید. در سمینار آخر هفته دیدید که وقتی روی وایت بورد چیزی مینوشتم حتما پاک میکردم. وقتی در پایان هفته کلاس را ترک کردیم وایت بورد سفید سفید بود بدون کوچکترین نوشته ای. اگر در حالی که روی صندلی یا روی زمین نشسته اید قسمتی از بدنتان احساس عدم راحتی می کند، کافی است فقط لحظه ای در ذهن بگویید بدنم کمی ناراحت است و بگذارید. همچنان که ریلکس می کنید چشمهایتان بسته است و از درون از این لحظه و از ارتباطات با وایت بورد و با روح الهی لذت می برید. شما را دعوت می کنم تا به چیزی که می خواهید در زندگی داشته باشید یا طوری که می خواهید باشید فکر کنید. خواسته تان می تواند خیلی کوچک باشد، مثل یک صبحانه یا ناهار خوب، یا خیلی بزرگ مانند یک خانه یا یک رابطه خوب، حتی یک شفا، مهم نیست. فقط بگذارید خودش خود به خود به سطح بیاید.
نیازی نیست در موردش فکر کنید. به خودی خود می آید. فقط اجازه بدهید بیرون بیاید. وقتی بیرون آمد به آن کمی توجه کنید. شما به آن عادت اعتیادگونه ندارید. وابستگی ندارید. بلکه فقط اجازه داده اید در هوشیاریتان ظهور پیدا کند و از تجربه داشتن آن در زندگی استقبال کرده اید. چه حسی خواهد داشت وقتی آنچه در هوشیاریتان به صد آمده را داشته باشید یا آنگونه باشید؟ ببینید آیا می توانید به آن لحظه موجودیت مادی ببخشید؟ توجه داشته باشید که وایت بورد هنوز پشت سرتان است. هنوز می توانید با آن یکی شوید. وایت بورد نماد الوهیت است و من از شما می خواهم اجازه بدهید آنچه می خواهید باشید یا داشته باشید در درون وایت بوردتان شناور شود. اجازه بدهید این وایت بورد به هر شکلی که برای خودتان متصور می شوید در پس زمینه وجودتان حل شود و در آن جایی بگیرد. همین کافی است. حالا دیگر درخواستتان را به وایت بورد داده اید. اگر قرار باشد همچنان که با چشمهای بسته روبروی وایت بورد نشسته اید، آن را در یک کلمه توصیف کنید، در اغلب موارد آن کلمه چیزی جز عشق نخواهد بود. اجازه بدهید احساس عشق در بدنتان نمایان شود، در آگاهیتان و در وجودتان ظهور کند. هر حسی که به سراغتان می آید با عشق جایگزینش کنید. احساس کنید که به روح الهی متصل شده اید و با اجازه دادن به این اتصال حسش کنید. افکار می آیند و می روند. صدای من می آید و می رود. بیداری جسمانی می آید و می رود و عواطف مدام درگذرند و در ورای همه اینها خود واقعی شماست. توجهتان را به تنفستان معطوف کنید. نفس شما به درون می رود و بیرون می آید. به درون می رود و بیرون می آید. با هر ریتمی که مناسب شماست. همچنان که نفس می کشید تصور کنید که انرژی از سمت زمین از مرکز جهان هستی به پاهایتان منتقل می شود و از پاها به سمت بالا به سوی بدنتان جاری می شود. از ساق پا همینطور آهسته آهسته بالا می رود. می توانید حرکت رو به بالای آن را احساس کنید. اگر در ابتدا این حرکت را حس نمی کنید، سعی کنید تجسمش کنید. کافی است در حالی که نفس می کشید، آن را تصور کنید. تصور کنید که انرژی از مادر زمین، از زمین زیر پایتان به سمت بالاترین نقطه بدنتان بالا می رود و شما را از طریق وجود جسمانیتان به روح الهی متصل می کند. از جسمتان بالا می رود و از قلبتان، گلویتان و از سرتان. بعد از قسمت تاج سرتان خارج می شود و دامن خود را در فضای اتاق می گستراند. انرژی از پایتان بالا می رود و شما را شستشو می دهد. از درون شما را می شوید، پاک می کند و به وجودتان انرژی می بخشد. این انرژی سوخت حرکت آنچه می خواهید باشید یا انجام دهید به سوی شماست. سوخت همان چیزی است که از وایت بورد سر برآورده است. اجازه بدهید این انرژی از پاهایتان بالا برود. ممکن است وقتی از پایتان عبور می کند، گزشی جزئی در آنها احساس کنید. حس نیشی در میانه تنتان، شاید هم احساس تکان یا لرز. این احساس توسط هر فردی به طور خاصی تجربه می شود. بگذارید این انرژی از پایتان بالا برود، از بدنتان بالا برود و از قسمت تاج سرتان خارج شود. شما دارید نقش محل تنظیم کوکساز را برای روح الهی باز می کنید. می خواهم تک تکتان دستتان را دراز کرده و دست بغل دستیتان را بگیرید تا وقتی که این انرژی
از میان بدنهایمان گذر می کند، همگی دست در دست هم به یکدیگر متصل باشیم و این انرژی را با هم سهیم شویم. حالا دیگر انرژی مثبتی اتاق را فرا گرفته و تمام بدن شما را احاطه کرده. بگذارید این انرژی از طریق اتصال جسمانی مثل یک جریان الکتریکی در سرتاسر اتاق پخش شود. این انرژی از جانب روح الهی و از طریق مادر زمین به بدنتان منتقل شده و از تاج سرتان خارج خواهد شد. به دستهایتان می رسد و از راه دستهای شما به تک تک افراد حاضر در اتاق انتقال پیدا می کند. انرژی شما را پاکسازی کرده و به شما انرژی می بخشد. کمک می کند به آنچه گفته بودید می خواهید داشته باشید، انجام بدهید یا باشید وجود مادی ببخشد و در پس تمام این متبلور کردنها سفیدی وایت بورد است و روح الهی خود شما هستید. همچنان که دست هم را فشرده اید خوب می دانید که چطور پاکسازی که آخر هفته تجربه کردیم را انجام بدهید. می توانید در سکوت بگویید دوستت دارم و فقط همین را بگویید. این جمله مانند موج در تمام سطوح این اتاق پخش خواهد شد. قلب همه ما را لمس خواهد کرد، همه را پاک خواهد ساخت و شفا خواهد داد و از طریق ما به گوش تمام جهان خواهد رسید. دوستت دارم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش. سپاسگزارم. دوستت دارم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش. متشکرم. دوستت دارم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش. سپاسگزارم. می توانید هر چقدر که دلتان خواست در تجربه این لحظه بمانید. می توانید هر وقت که می خواهید چشمهایتان را باز کنید. دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. همه شما بی نظیرید. راه‌هایی برای اتصال معنوی به روح الهی که در درخشش چشمهایتان هویداست. آیا این نور را در دیگران هم می‌بینید؟ آیا می‌توانید این برق را در چشمان تک تک افرادی که دور تا دور این اتاق نشستند ببینید؟ آیا روح الهی را می‌بینید؟ می‌بینیدش؟ جریان انرژی جاری است. گویی انگشتانم را خیس کرده و در سوراخ فریز فرو کردند. ناچارم چند لحظه نقش زمین شوم. از همه شما به خاطر آمدن به مایی، حضور در سمینار آخر هفته و نیز اینجا در این مدیتیشن تشکر می کنم. اصلا نمی توانستم حدس بزنم که 5 نفر در این مدیتیشن حاضر شوند یا 50 نفر. حتی فکرش را هم نمی کردم که تقریبا تمام کسانی که در رویداد حاضر بودند در مدیتیشن شرکت کنند. حتی به مخیله من هم نمی رسید. قدردان حضور سبزتان هستم و از اینکه همگی به این وضعیت عمیق سفر کردید از شما سپاسگزارم. من به تک تک شما دقت کردم، متوجه شدم که همه موفق شدید به صفر برسید و به وایت بورد نزدیک شوید. اگر علاقه من به شنیدن توضیحی مختصر باشید، باید بگویم که هدف از این مدیتیشن کمک به شما در سیر به سوی روح الهی، همان حالتی که من وایت بورد می‌خوانم. مهم است که وقتی درخواست می کنیم اطمینان حاصل کنیم که درخواستمان به حالت نیاز بیان نشود و بین ما و درخواستمان وابستگی یا عادت اعتیادگونه ای وجود نداشته باشد، بلکه این درخواست باید بیشتر به گونه ای باشد که انگار می گوییم چقدر باحال می شد اگه فلان تجربه را داشتم. در این حالت نیاز مبرمی به برآورده شدن خواسته تان یا حس ناامیدی به خاطر آن وجود ندارد. بیشتر مانند این است که روی زانوهای خدا نشسته باشید و
و بگویید می شود این را داشته باشم؟ من خواهشم را از طریق احساس، تجسم و تمرکز به روح الهی منتقل می کنم و به همین دلیل است که از شما خواستم سعی کنید ببینید داشتن، انجام دادن یا تجربه کردن آنچه می خواهید هر آنچه که هست چه حسی دارد و شما با احساستان این خواهش را از روح الهی داشته باشید. سپس بعد از اینکه درخواستتان را به روح الهی فرستادید، شما را از آن حالت خارج کردم. نه عادت اعتیادگونه‌ای در کار بود و نه وابستگی. فقط درخواستتان را فرستادید و بعد از آن حالت فاصله گرفتید تا هرچه بیشتر پاک کنید. دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم. و شما را به حالت وایتبورد برگرداندم و در همان لحظه به من الهام شد که انرژی وارد بدنم کنم. این انرژی بدنم را پر می کرد. سپس به من الهام شد که آن را با شما شریک شوم. به همین خاطر از شما خواستم تصور کنید که انرژی دارد از پاهایتان بالا می رود. شما را به روح الهی متصل می کند و به شما کمک می کند از طریق یک تجربه جسمانی به موجودی روحانی تبدیل شوید و اجازه دادم این اتفاق بیفتد. همچنین به من الهام شد که از شما بخواهم دست های همدیگر را لمس کنید و بگیرید و مداری از انرژی ایجاد کنید و سپس گذاشتم این انرژی آنقدر در مداری که ساختیم بچرخد که از هوش بروم. انرژی آنقدر مرا احاطه کرد که به زمین افتادم و خاموش شدم. سپس گذاشتم به هر کجا که میخواهید بروید و از هر کجا که دوست دارید سر بر بیاورید و به سوی من بیایید. بعضی از شما هنوز در وضعیت صفر قرار دارید و این هیچ ایرادی ندارد. و چون همانطور که در ابتدا گفتم مدیتیشن چیزی که شما فکر می کنید نیست و گفتم مدیتیشن کاری نیست که فقط برای مدت یک ساعت انجام بدهید. باید با کل زندگی خود مدیتیشن کنید. شما حتی الان هم در حال مدیتیشن هستید. حتی زمانی که اتاق را ترک می کنید هم وقت مدیتیشن است. همانطور که گفتم حتی در حین راه رفتن هم می توانید با حالات مدیتیشن راه بروید. در آرامش وارد شوید. پایان.